برای بحث در این رابطه خود ملا وحید آوازخان محلی از کابل با ماست. ملا وحید سلام ترامات، وقت بخیر. بر ما بگو که همین حادثه و قصه از چی قرار است؟ سلام آقای مالک بر شما و بر بیننده های شما. حادثه از این قرار است که دیروز ساعتهای یک ساعت قبل از دیگر من جای روان بودم و در مسیر را استخبارات طالبان مرا بازداشت کردند و گرفتند و در ارتباط هم آهنگ آخری که شما ذکر کردین اماسی در وصف پنجشیر خوانده بودم دیگه بعضی مشکلات داشتم. پرسان کردن که تو چرا خواندن میکنی و بخاطر چی تو در جبهه مقاومت هستیم دیگه اکثر سلاگپا. و بعد از یک نیم ساعت من رها شدم و یک تعداد تصاویری که از ما در صفحات و مجازی پخش شده نشر شده گویا مرا طالبا بازداشت کردن و بعد شکنجه کردن و بعد از او با مرمی زدن دقیقت نداره، دروغ است. یعنی خود جور و تیار صد سلامت هستی و مشکلی که دیروز شکل گرفته بود چقدر جدی بود برای خودت؟ یعنی آنچه را که ازت استادت کردن به افته خودت؟ الحمدلله من خوب هستم و دیروز تقریبا آدم احساس خطر میکنه و میترسه و جایی که استاد میکنن ما را میگیرن. یک تک بار اول نیست، سه چهار بار شدم مرا گرفتن و خود از خودش خطم دارم که مرا اذیت آزار نکنند. با وجود از اون مرا جای میگیرند و استخباراتش استاد میکنه و یک روز نزدیک مرا به ریاست چل ببرن. خب بالاخره یک سلسله مشکلات است و دیروز هم مرا گرفتن. بعد از یک نیم ساعت بازرسی اعلام کردن. الحمدلله خوب هستم، جور هستم، صحت من. اجازه داری بلاوید که در کابل حال آهنگ بخوانی و فعالیت های هنری داشته باشی یا نه؟ نه خیر، نه خیر، اجازه نیست، اجازه برای ما داده نشده. حالی اجازه را از پیشت گرفتن؟ کدام تعهد دادی که دیگه آهنگ نمیخوانی و آواز نمیخوانی و هنرنمایی نمیکنی یا ای که خودت میترسی دیگه احساس نمیکنی که جای باشه ادامه بتی؟ نه تنها موضوع ترس نیست آقای ملکی، و ما را گفتم که بار اول نه چندین بار شد طالبا بازداشت کردن و از ما تعهد گرفتن دیگه به خواندن ادامه نتیم نخوانیم و خصوصا آهنگای در وصف مثلا پنجشیر یا آهنگای در وصف جبهه مقاومتی یا با. بله دیروز یا دیروز که خودت گفتی متوقف کردن یک ساعت یک نیم ساعت سوال کردن، در کجای این پروسه بگویم یا همی روند انجام شد یا همی اتفاق شکل گرفت، کجا می رفتی و چی برنامه داشتی؟ ما پیش یک رفیقم می رفتم که مرا زنگ زده بود در خانه تنها بود، شب کابل بود، قرار رو پیش از او بریم بشینیم قصه کنیم. کابل ها در مسیر را در خیرخانه مرا گرفتن، خیرخانه. خب بازی پروسه که ازت پرسان کردن که یعنی تحقیقات کردن یا هم دمو خیرخانه دمو جایی که طالبا بود تونجا انجام شد یعنی که بردن در کدام جای دیگه؟ قرار بود که من ریاست چل ببرن، باز من یک رفیقم زنگ زدم، برش زنگ زد، تلفون ندادم، امروش صحبت کرد با بعد از اون من رها کردم. چی سوال کردن؟ تحقیقات در خودم خیرخانه. بله چی سوال کردن از پیشت؟ چی پرسان میکردن؟ سوال همده شامی بود که تو خواندن میخونی در وصف پنجشیر، خواندن های اماسی، تو در جبهه مقاومت هستی. اون برش رو گفتم که من رب به جبهه کسی ندارم، نه طالب هستم و نه در جبهه مقاومت، فقط خواندن یک شوق هم از میخوانم. بله. از ورقی که گفتی طالبا بر داده که کس خودت آزار اذیت نکنه، اون ورق چقدر چلش داره، چقدر خریدار داره؟ واقعا طالبا به او ورقی که خودت داری به عنوان یک ورقی که باید مسئول باشی او رو برش احترام قائل هستن یا ای که تنها یک پرزه است پیش کار نمیت زیاد؟ ای ورق با وجوده که امضایشان است، مهرشان است و ای ورق تضمین از ایرا میکنه که مرا دیگه کس آزار اذیت نکنه، ولی ارزش نداره، چلش نداره، نه خیر. جایی که استاد میکنن میبینن ایچ ارزش به ای ورق نمیتن. ملاوید چقدر زندگی سخت شده به عنوان یک هنرمند بر خودت؟ از دیگه هنرمندا چی خبر داری؟ اونا در چی به حال روز هستن؟ از روزگار از اونا چه قصاب خبر ها برات میرسه؟ زندگی تو چطور پیش میبری؟ حال خب دیگه فعالیت هنری هم نمیتونی به همین مشکلات زندگی خود چطور؟ زندگی خود در افغانستان نه تنها به هنرمندا، در کل به همه مردم سخت شده، خصوصا به این طبقه و از این جمله کسی هم فکر نمیکنم در افغانستان باقی مانده باشه و به استثناء ما و چند رفیق دیگه ما دیگه دوستا رفت این طرف بر که خدا بر طرف کشانده و زندگی خیلی دشوار شده آقای مالکی، خیلی سخت شده، نهایت دشوار از بیخی زیاد. ولی چی کار بار میکنی؟ خب دیگه فعالیت هنری هم نمیتونی نه؟ من اصلا نمیونر شوقم و من خودم محصل پندون هستم در دانشگاه رعنا درس میخوندم و قبل از آمدن رژیم طالب من زخمی شدم، مرمی خورده بودم دیگه، اون مانع شد که از درسام ماندم، تقریبا یک نیم ماه در بستر بودم و بعد از اون رژیم آمد از درسم فعلا ماندم دیگه، فعلا بی سرنوشت.
بله درس نه، کار نه، فعالیت هنری نمیتونی. امی آینده خود تا چه رقم میبینی در افغانستان؟ افغانستان دیگه آینده تاریک. بله. در طرف دیگه آهنگای حماسی را ازش یاد کردی، ای کدام آهنگ آخر خوانده بودی که درد سر شد برات؟ ما یک آهنگ در وصف عمر صاحب، بچه عمر صاحب خوانده بودم، احمد مسعود، که اسلحه بردار احمد زود باش. یک و یکی در وصف پنج شعر خوانده بودم، یک شعر که تحمل کن برو جان میاد، و همین دو آهنگ سبب شد که مرا طالب اذیت آزار بیشتر بکنن. بله، حال ملاوید امو آهنگ که در وصف پنج شعر است، میخوای بخوانیش هم اینجا بر ما و بر بیننده یا ای که نه؟ والا دیگه اگر وقت داشته باشین شما بخوان، چرا نه؟ همین فرصت است اینجا بر خودت. باش که ملاوید تا پیدا بکن از تلفن خودم و شعر و اشعار آهنگ تازه خود که به خاطر از آهنگ آقای مالکی ببخشید دیگه، شعر فعلا در دسترس من نیست، در دسترس نیست. خیر باشه، اگر چیز دیگه فکر میکنی که در ذهن تاسو درد دلت بیان میکنه میتونی بخونی ملاوید. یک زمزمه کوتاه. فعلا نیست، چیزی در دلم نیست و هیچ چیزی هم نمیتونه در دلم آن مرهم بکنه آقای ملکی. خیر باشه، امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه، مشکلات حل شوه و ورق را که داری ورق چلش پیدا بکنه و خبرهایی هم که در موردت نشر شده در شبکه های اجتماعی همیشه آنچه که گفتی هم طور جور صحت سلامت باشی. بخیر و سلامت باشی ملاوید، روزت بخیر. همچنان زنده باشی. خداحافظ.